همینطور که مشاهده میکنید این ماست مدت 3 روز در هوای معمولی و هوای محیط خونه، جایی که نه زیاد گرم بوده و نه زیاد سرد، قرار دادم. روش رو دستمال کشیدم و گذاشتم برای مدت 3 روز موند. روزی 2 بار این ماست رو من هم زدم و درون کاسم این قاشق استیل رو قرار داده بودم تا پروسه ترش شدن ماست سریعتر انجام بشه. الان این ماست یک بو و رایحه ترش بسیار خوبی رو داره که دلزد نیست. آدم دوست داره این ماست رو بو کنه به خاطر اینکه بوی خوشی داره و بوی ترشیش بوی اسیدی بدی نیست، بلکه یک بو و رایحه خوشاینده. رنگ ماست اصلا تغییر نکرده، همونطور سفید رنگ هستش، ولی دارای اسید و گاز شده این ماست. بسیار ماست تازه و خوش رایحه شده. بوی ترشیش یک بوی ترشی بسیار خوبی هستش. دقیقا بو و رایحه ماستای محلی رو گرفته. این ماست کم چربه، ماست پرچرب نیست. حتما مد نظر بگیرید که از ماست کم چرب استفاده کنید و ماستی که دارای باکتری زنده است. از ماستای مصنوعی استفاده نکنید. اکثر ماستایی که در سوپرمارکت ها یا مغازه ها به فروش میرسه امروز روز ماستای مصنوعی هستن، پس این مد نظرتون باشه. من الان این ماست رو با همزن یک مقدار میزنم تا صاف بشه. ببینید موقعی که من میزنم حباب هوا، حباب گاز توی ماست میبینم. این یعنی که ماست من قشنگ ترش شده و زمانی که دارم هم میزنم بوی ترشی خیلی خوبی از ماست بلند میشه. حالا اینجا یک مقدار آب سرد بهش اضافه میکنم، چرا که ما نیاز داریم کشک رو از دوغ تهیه کنیم. اینجا 700 میلی لیتر آب سرد داشتم که بهش اضافه کردم. دوغتونم زیاد دوغ رقیق نباشه، چون وقت کار خودتون به مراتب سخت‌تر میشه تا این بخواد بپزه و درست بشه دیگه خیلی طول خواهد کشید. من اینجا از 1.2 کیلو تا 1.5 کیلو ماست رو با 700 میلی لیتر آب مخلوط کردم. ببینید دوغی که به من میده یک دوغ روانه، یک دوغ روانه، ولی اینقدرم شل نیست که مثل آب باشه. یک غلظت خیلی کمی ببینید روی قاشق من ایجاد میشه. ببینید عزیزان به این صورت وقتی من یه خطی رو روی قاشق میکشم میمونه. غلظت دوغ کم نیست، زیادم غلیظ نیست. الان این دوغ رو داخل قابلمه میریزم. بریم با هم تا این کشک خوشمزه رو آماده کنیم. همراه من باشید. حرارت متوسط رو به بالا باشه. دوغ رو میذارم روی حرارت و حتما با یه سیب و قاشق چوبی دوغ رو هم بزنید. کل این زمان سعی کنید تا مرحله‌ای که دوغ به جوش میاد حتما هم بزنید. دوغ رو از یک جهت هم بزنید، یک بار از این ور هم نزنید، یک بار از این ور. سعی کنید دوغ رو به صورت دورانی از یک جهت هم بزنید تا زمانی که دوغ شما به جوش بیاد. من همینطور به هم زدن ادامه میدم تا جایی که دوغ شروع کنه به جوشیدن. زمانی که دوغ به جوش آمد بقیه کار رو بهتون نشون میدم که بایستی چه کنیم.
بسیار خوب. همینطوری که دوغ داره میجوشه به آرومی، من اینجا اندازه یک قاشق مربخوری آرد رو به همراه خیلی کم، شاید اندازه ته استکان آب خنک مخلوطش میکنم به این صورت. این آرد آب باعث میشه که دوغ ما سریعتر خودش رو بگیره و زمانی که دارم دوغ رو هم میزنم به آرومی این آرد و آب رو اضافه میکنم و بایستی دائم دوغ رو هم بزنیم، چرا که اگر این عمل رو انجام ندیم آرد درون دوغ دلمه دلمه میشه و شبیه به یک گوله میشه. به خاطر همین ما نمیخوایم یه همچین حالتی بشه، میخوایم آرد بین کل دوغ حل بشه و اون حالت غلظتی که نیاز داریم رو به ما بده. حتما و حتما دوغ رو به صورت دورانی هم بزنید. حالا عده‌ای که دوست دارن کشکشون رنگ زرد باشه میان چه کار میکنن؟ یک مقدار زردچوبه به دوغشون اضافه میکنن یا در مرحله آخر یک مقدار خیلی کمی بهش زردچوبه اضافه میکنن تا کشکشون رنگ زرد داشته باشه. ولی من فکر میکنم کشک بایستی سفید باشه و همون حالت سنتی رو داشته باشه. این نظر منه. حالا اگه شما دوست دارید میتونید زردچوبه هم بهش اضافه کنید. اگر دقت کنید متوجه میشید که حجم دوغ کمتر شده، چرا که آب دوغ داره تبخیر میشه و از طرفی دوغ داره غلیظتر میشه و این یعنی که ما به مرحله آبکش کردن این مایع دوغ داریم نزدیک میشیم و حرارت هم بالاست. ببینید دوستان عزیز دقت کنید، رنگ دوغ رنگ سفید سفید نیست. غلظت دلمه شدن دوغ رو ببینید عزیزان، همه یک دست و یک نواخت ریز هستش، یکی دروش یکی ریز نیستش، همه یک دست و یک نواخت. رنگش هم رنگ کرم بسیار روشن هست. اگر شما کشک بخرید میبینید که کشک یک مقدار رنگ کرم روشن رو داره، رنگ سفید سفید نیست. پس زمان پخت بایستی خیلی دقت کنید که دوغ شما به حدی بپزه که هم رنگ دوغ یک مقدار کرم رنگ روشن باشه و هم غلظت و فرم دوغ یک دست و یک نواخت باشه. اینها نکات بسیار مهمی هستن برای تهیه یک کشک مرغوب و خوب. خب من الان دیگه حرارت رو خاموش میکنم، بریم با هم تا این دوغ پخته شده رو صاف کنیم. بسیار خب دوستان عزیز، همینطور که مشاهده میکنید من اینجا از یک کیسه نخیل دارم استفاده میکنم برای صاف کردن دوغ پخته شده یا همون کشک. من قبل از اینکه بخوام کشک رو داخل این کیسه بریزم همیشه اول کیسه رو میشورم، چرا که اینطوری فکر میکنم که اگر احیانا گرد و غباری هم روی کیسه نشسته باشه برطرف میشه. شما هم حتما همین کار رو انجام بدید، اینطوری برای سلامت کشک شما خیلی بهتر هست که عمل کنید. و کشک رو به این صورت داخل کیسه میریزم. این آبی که از کشک میمونه شما میتونید با این آب عرق قرود درست کنید. من الان این کیسه رو به این صورت اینجا آویزون میکنم. میتونید به دستگیره های کابینت آویزون کنید این کیسه رو و بذارید به این صورت آبش بره. ببینید دوستان بشقاب رنگش سفیده، کشک رو نگاه کنید یک رنگ کرم بسیار خوش رنگ رو داره. من دیدم عده کشک رو درست میکنن رنگ کشک حالت خاکستری رنگ به خودش میگیره، این یعنی
کشک شما اصلا کشک مرغوب و خوبی نیست و ماست شما به نوعی فاسد شده بوده که شما ازش کشک درست کردید. اگر شما ماست رو به درستی بذارید ترش بشه در فضای مناسب، ببینید رنگ کشک شما به این صورت کرم بسیار خوش رنگ میشه و طعم کشکتونم خیلی خیلی خوشمزه خواهد بود. خب من الان به این کشک یک مقدار نمک اضافه میکنم. بهتره که میزان نمک یک مقدار بیشتر باشه، چرا که کشک ما سالمتر میمونه. خب من بهتره که از دست استفاده کنم، چرا که بهترین وسیله برای ترکیب اینجور مواد فقط دسته، مشهود برای اینکه دستتون هم تمیز باشه. یک خمیر بسیار نرمی هستش که شما وقتی به این صورت دارید چنگ میزنید خودتون متوجه خواهید شد که این کشک از مرغوبیت خوبی برخورداره، چون گره نداره و بسیار لطیف هم هستش. خب بذارید من یک مقدار از این کشک رو مزه کنم تا ببینم نمکش به چه صورته. به به، چقدر خوشمزه شده. بسیار خب، من الان از این کشک به صورت توپک‌های بسیار کوچیک برمیدارم و کشک رو میخوام خشکش کنم. شما هم میتونید همین کار رو بکنید. حالا بعضی میان گوله های انقدری آماده میکنن که به نظر من نیازی نیستش که شما گوله های انقدری آماده کنید، چرا که وقتی میخوایم کشک رو بسابیم هر چقدر کشک ریزتر باشه سریعتر هم تبدیل به مایه میشه و کار ما راحت تره. من ترجیحاً دوست دارم کشک به این صورت حالت نقلی باشه. شما هر جور که مایل هستید همون کار رو انجام بدید، ولی اینطوری هم زودتر خشک میشه و هم زمانی که شما میخواید کشک رو بسابید خیلی سریعتر آب میشه، یا حتی اگر بخواید بندازید داخل مخلوط کن و خوردش کنید با این سایز کشک سریعتر خورد میشه. من این کشک رو به صورت توپک‌های ریز در میارم. در انتها کار رو خدمتتون نشون خواهم داد که چطور میشه. بسیار خوب دوستان عزیز، کشک آماده شد. من به این شکل به صورت توپک‌های بسیار ریز درستشون کردم و رنگشون که عالی، طعمشون هم حرف نداره، باور کنید. امیدوارم با روش من کشک رو درست کنید و ببینید چقدر طعمش خوشمزه و متفاوت میشه. همونطور که مشاهده میکنید اینها همون کشکایی هست که من درست کردم و الان کاملا خشک شدن. شما میتونید کشک رو درون دستگاهی که برای خشک کردن سبزی و میوه‌جات استفاده میشه خشکش کنید، یا اینکه میتونید درون اجاق فر کشک رو خشک کنید. اگر خواستید درون اجاق فر کشک رو خشک کنید، بهتر فر رو روشن کنید و روی کمترین درجه حرارت قرارش بدید و کشک رو درون فر خشک کنید. من درجه فرم کمترینش 100 بوده، 100 درجه سانتیگراد، که روی این 100 درجه فر رو روشن کردم برای مدت 10 تا 15 دقیقه. وقتی گرم شد کشک رو درون فر قرار دادم و فر رو خاموش کردم. بعد نیم ساعت دیدم دمای فر داره خنک میشه و سرد میشه، مجددا فر رو برای 10 دقیقه روشن کردم و بعد از 10 دقیقه مجدد خاموش کردم و همین پروسه خاموش و روشن کردن رو 3 تا 4 بار انجام دادم تا کاملا آب کشک کشیده شد و رطوبتش گرفته شد و یک مقدار خشک شد و بعدش هم شب تا صبح داخل همون فر بدون اینکه فر روشن باشه قرار دادم تا صبح کاملا خشک شد. الان میخوام کشک رو به صورت مایع درست کنم. شما میتونید کشک رو درون کشک ساب بریزید، با یک مقدار آب مخلوطش کنید و بسابید، یا اینکه نه میتونید مثل من الان درون مخلوط کن بریزید و میکسش کنید. چون نمیخوام همش استفاده بشه فکر میکنم همین مقدار کافی باشه. این مقدار از کشک رو من ریختم درون این ظرف و الان
یک مقدار خیلی کم بهش آب اضافه میکنم. آب سردم هست. آب رو کم کم بریزید خیلی بهتره تا یک دفعه آب رو زیاد بریزید و نشه کاری کرد. من الان یک مقدار آب ریختم، این رو میکس میکنم ببینم غلظت کشک تا چه حد هستش. عزیزان این هم از کشک. حالا این یک بخشی که کاملا حل نشده رو میشه یک بار دیگه شما مخلوطش کنید، این گله ها نباشه، ولی کل کشک رو ببینید، دقت کنید عزیزان، یک کشک بسیار خوب و تازه توی خونه میتونید درست کنید. دوستان از من سوال کردن که ما میتونیم کشک رو به صورت مایع زمانی که کشک آماده شد در صافی ریختیم، در پارچه تنظیف ریختیم و صافش کردیم، میشه آب اضافه کنیم و به صورت مایع این کشک رو نگه داریم؟ من توصیه میکنم این کار رو نکنید. بهتره کشک رو به همین صورت ابتدا خشکش کنید، خشک رو میتونید برای مدت‌های طولانی نگه دارید و بعد هر زمان که خواستید مثل من کشک رو در مخلوط کن بریزید و مخلوطش کنید و به این شکل ببینید، به این شکل کشک درست کنید. به نظر من اینطوری خیلی بهتره، باز حالا خودتون هر جور که صلاح میدونید، ولی اینطوری هم تازه تره و هم بهتره و فاسد هم نمیشه. حالا اگر خواستید کشک رو نگه داشتید و بعد خواستید استفاده کنید، به این صورت که مایه کردید کشک رو میتونید برای یه 5 دقیقه بجوشونید که خاطرتون جمع جمع باشه که خدای ناکرده برای شما مشکلی ایجاد نکنه. ولی این کشک به مراتب سلامت تره و شما میتونید برای مدت طولانی از این کشک استفاده کنید. این بود برنامه امروز. امیدوارم از این ویدیو هم لذت کافی رو برده باشید. چنانچه از این ویدیو چیزی آموختید و براتون جالب و جاذب بوده، خوشحال میشم که ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو اشتراک گذاری کنید، از بازارچه آگهی ها دیدن کنید و از همه مهمتر کانال مهارت های آشپزی با نیلوفر رو به دوستان خودتون معرفی کنید. تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه، شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. خدا نگهدار.